بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدیم به یک از لکچرهای کوتاه دیگه ما در ارتباط با حالاتی که نباید سیروم دکستروز بر مریضا بتیم. چند حالتی که خیلی برای ما مهم است برای اینجا ذکر میکنیم. یکیش پرین ایدیموس و میکانیزم هایی که چرا باید یا در این حالات سیروم دکستروز داده نشه و را کوتاه تشریح میکنیم. ببینید در برین ادیما اتفاق که میفته ای است که در حجرات وسط در داخل حجرات دماغی مقدار مایع زیاد شده از حالت نرمال کرده، یعنی پوندیده. شما میفهمین که دماغ فضای بسته است، اندکترین افزایش در حجم نسج دماغ سبب میشه که نسج دماغ به ضد استخوان دماغ یا استخوان کاسه سر به اصطلاح زیر فشار بیاره و ساختمان های مختلفی از نسج دماغ تخریب بکنه و مانع وظیفه‌ای شوه، یا هم فورامین مگنوم، ساختمان های که از فورامین مگنوم میباید اونا رو زیر فشار بیاره و سبب مرگ آنی پیش مریض شوه. خب اگه دارید تو مریض ها ما سیروم دکستروز بتیم چی اتفاق مفته؟ شما میفهمین که در سیروم دکستروز ما الکترولایت نمی داشته باشیم، یعنی در سیروم دکستروز ما سلین نمی داشته باشیم، یعنی سودیم نمی داشته باشیم، و از نظر تونیسیتی سیروم دکستروز کس هایپوتونیک است. یعنی ایره اگر مقایسه بکنیم که ترگای خون ما در هر میلی ما تقریبا در هر لیتر 135 تا 145 میلی اکوالنت سودیم داریم. حالا اگر ما یک معلول داره که هیچ سودیم نداره، که معلولی که 135 میلی اکوالنت در هر لیتر سودیم خود داره گرد کنیم، چی اتفاق مفته؟ خب معلوم داره است رقیق میشه. یعنی اگر ما بیاییم یک ظرف داشته باشیم و در این ظرف یک محلول را بندازیم که فرض کنیم 5 دانه سودیم داره، و در این ظرف یک محلول را بندازیم که هیچ سودیم نداره، خب هیچ 5 سودیم مجبور است که یک دانش اینجا توزیع شود، یک اینجا، یک دانه اینجا، یک دانه اینجا و یک دانه اینجا. در نتیجه فی واحد حجم مقدار سودیم کم میشه. یعنی اگر ما از یک قسمت از این محلول چی بگیریم، یک قطره را بگیریم و زیر میکروسکوپ ببینیم، چون یعنی مایع زیاد شده سودیم ما را از همدیگه دور ساخته، فی واحد حجم مقدار سودیم کم می‌سازد. یعنی سبب یک حالت به نام دایلوشنل هایپو ناتریمیا میشه. هایپو ناتریمیا وقتی که دایلوشنل هایپوناتریمیا ایجاد میشه، اتفاقی که میفته ای است که به اساس قانون آزموسیس، شما میفهمین که حجرات بدن ما در هر جایی که باشه غشاهای نیمه قابل نفوذ هستن. حالا اگر این یک حجره دماغ باشه و این رگای خونی که از این نوعی مختلف حجرات دماغ عبور میکنن، اگر تونیسیتی در اینجا کم باشه، خب در داخل حجرات دماغ هنوز تونیسیتی بلند است، یعنی مقدار سودیم به اساس قانون آزموسیس همیشه مایع آب کش میکنه از جایی که غلظت کم است برای عبور بکنه به جایی که غلظت زیاد است. خب اینجا هدف ما از مسافه بین حجرات یا انترستیشیوم است و مسافه داخل رگا. و اگر اینجا بر مریض داخل رگایش ما دکستروز بتیم، او سبب شوه که خون یک مقدار رقیق شوه، سودیم ما از هم دیگه کم فاصله بگیرن، در نتیجه سویه سودیمی که در داخل رگا است کم شوه، و سوی سودیم که در مسافه بین حجرات یعنی در انترستیشیوم است، خب هنوز تغییر نکرده.
اینجا مثلا 135 میلی گرم سدیم داریم، اما در داخل دوران خون شده مثلا 125، به خاطر اینکه رقیق شده. حالا به اساس قانون آزموسیس آب از این محیط میآید به این محیط و سبب میشه که در مسافه بین انساج مایع چی شود؟ جمع شود انساج دماغ و سبب اینترستیشیال ادیما یا سبب برین ادیما شود. و برین ادیما میتونه که در صورت که یک نفر از قبل برین ادیما داشته باشه و ما به ازای یک محلول هایپوتونی که مثل دکستروز بتیم، این نتیجه سبب میشه که برین ادیما از او شدت پیدا بکنه و سبب حالات بده مثل زیرفشار آمدن انساج، قسمت های مختلف انساج دماغ شده و شخص منجر به مرگ شده. خب یکی از حالاتی که نباید دکستروز بر مریض بتیم ای است. حالت دیگه ای که باید بر مریضا سیروم دکستروز اجتناب شده او اسکیمیک استروک است. به کدام میکانیزم؟ اسکیمیک استروک است. ببینید اگر یک نسج دماغ باشه و اسکیمیک استروک به خاطر بندش یکی از رگای دماغ که قسمتش خون میته به وجود میاد، خون میاد رگ بند شده خون رسیده نمیتونه. حالا اگر ما به مریض سیروم دکستروز بدیم و سیروم دکستروز به هر طریقی بیاید داخل حجرات چی شود؟ حجرات دماغ شود، یعنی از داخل دوران خون براید، مسافه بین انساج و از مسافه بین انساج جذب حجرات شود. امی حجرات که مصاب به اسکیمی شده اگر یا امی گلوکوز اخذ بکنن، خب مجبور هستن مصرفش بکنن. این حال در داخل یک حجره وقتی که گلوکوز مصرف شود چی اتفاق میفته؟ خب گلوکوز هم اکسیژنی که یک مقدار در ساحه هست، هم اکسیژن مصرف میکنه تا خودش تجزیه شود و این سبب میشه این ساحه که از قبل مصاب به اسکیمیا شده رگش بند شده، با مصرف گلوکوز دیگه هم اکسیژنش کم شود و اسکیمیا بیشتر شود. به این خاطر در حالاتی که اسکیمیک استروک میباشم کوشش میکنیم که ما از دادن دکستروز، سیروم دکستروز به مریض اشتراب کنیم. خب تمام حالات دیگه که بلند رفتن فشار داخل قف به نفع مریض نباشه یا عواقب بسیار بد بر مریض داشته باشه، ما کوشش میکنیم که دکستروز نتیم. مثل پروسیجرهایی که بخش جراحی اعصاب انجام میده، جراحی اعصاب این همین قضیه است. بخاطر که یک معلول هایپوتونیک است و در صورتی که مقدارش زیاد داده شوه و میتونه که از بین رگا فرار بکنه و بره در اینترستیشیوم و سبب تشدید یا مثلا سبب یزی شوه که فشار داخل قف کم دیگه افزایش پیدا بکنه و این بده پروسیجرهای جراحی عصب. گپ خوب نیست که فشار داخل قف پیش مریضا زیاد شود. حالات دیگه که سیروم دکستروز نباید بتیم، یکش هایپوولیمیک شاک است. خب به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقتی ما برای یک مریضی که در شاک است سیروم میتیم، هدف مایی است که مایی را که ما میتیم کلش در داخل دوران ببانه فشار خون شد بلند ببره. یعنی ما مایی را از طریق سیروم در داخل رگا را آن میکنیم، هدف مایی است که فشار خونش بلند بره. ولی سیروم دکستروز مایی نیست که در بین چی ببانه؟ در بین رگا ببانه، چون تونیسیتیش پایان است. با مجرد که بریم مریض ضرب کردیم از توزیع میشه و یعنی حجم مؤثر دوران بلند برده نمیتونه. یعنی وقتی که داخل دوران میشه کوشش میکنه چون تونیسیتیش پایان است بره به اینترستیشیوم انساج مختلف توزیع شوه، در نتیجه نمیتونه حجم خون زیاد بسازه که بی پی را بلند ببره. از یک طرف خودم میمونه که نمیتونه به اندازه کافی فشار بلند ببره. از طرف دیگه زمان چیزی که خیلی برای ما مهم است، در مریضای شاک او را زمان است که شما میگیره، یعنی
برقدر شاک زیاد دوام بکنه. چند استیج داره، شاک نان پروگرسیو استیج داره و شاک پروگرسیو استیج داره و بالاخره شاک ایریورسیبل استیج داره که باز هرچی بکنیم تغییراتی که برای مریض ایجاد شده قابل برگشت نمی باشه. به این خاطر یعنی مریض باید زود از شاک برای و از زمان از دست نتیم. یکی از حالات دیگه که برای مریضا باید احتیاط بکنیم سیروم دکستروزه، حالاتی است که شخص هایپر ناتریمیا می داشته باشه. خب در مسئله شاک یک چیز دیگه هم که یادم رفت و باید برتون بگویم که اگر یک نفر در شاک باشه و ما گلوکوز یا سیروم دکستروز به غلظت بیشتر برای مریض بدیم یا به سرعت بیشتر بدیم و این سبب شوه که مقدار گلوکوز داخل دوران خون بلند بره، شما میفهمین که گلوکوز آزموتیک دیوریتیک است. وقتی که مقدارش در داخل دوران خون بلند بره باز از گرده ها اترام میشه. گرده های ما و شما بخاطر جذب دوباره گلوکوز یک ترشل داره، از اون ترشل که زیاد شد کلش مکمل اترام میشه. وقتی اترام شد که خود آب هم یک جای میبره که اگه اصطلاحی به نام فورست دیوریزیس داریم، یعنی فورست دیوریزیس میده و این دیگه هم مریضه فشارش پایان میاره که فایده مریض نیست. حالت دیگه که برای مریضا دکستروز ما احتیاط میکنیم هایپر ناتریمیا است یا حالاتی که سویه سودیم خون مریض خیلی بلند باشه هایپر ناتریمیا داشته باشه. و قانون است که هایپر ناتریمیا نباید به سرعت اصلاح شود به خاطر از اینکه پانس یعنی قسمت از برین استیم ما زیاد در تغییرات سودیم در صورتی که بسیار شدید باشه بسیار حساس است و وقتی که هایپر ناتریمیا سریع اصلاح شود سبب هوزیمای ساها میشه و این حجرات ازی میتونه تخریب شود از بین بره. خب به می خاطر یعنی چی اتفاق میفته؟ اگر سوی سودیم در داخل دوران خیلی بلند باشه و ما یک معلول هایپوتونی که مثل دکستروز برای مریض بتیم، این سبب میشه که یعنی در صورتی که سرعت زرق ما خیلی زیاد باشه این سبب میشه که به سرعت سوی سودی هم اصلاح شد. فرض مثال 150 بود بیا 135 شد. حالان که خود یعنی هایپر ناتریمیا فرض کنیم که در چند روز ایجاد شده بوده ما گرفتیم در چند ساعت اصلاحش کردیم. وقتی که هایپر ناتریمیا در چند روز به وجود میاد این حجرات دماغی در داخل حجرات یک تعداد مواد تولید میشه به نام آزمول ها و یا آزمول ها موادی هستند که نمیمانند مایی از داخل حجرات به بیرون درز بکنه. خاطر از اینکه اینجا وقت تونسیتی زیاد میشه وقت سودیم در داخل رگا زیاد میشه قانونا به اساس فشار آزموسیس باید از داخل رگا جذب بکنه از داخل حجرات آب جذب بکنه ولی اینا با ساختن آزمول از امی مانع میشن. ولی اگر دید تو یک مریض به سرعت ما بگیریم سودیم میشه پایان بیاریم. خب سودی همه که پایان آوردیم فرض مثال ساختیم 135 اینجا آزمول ها از قبل تولید شده بود یعنی تونسیتی در اینجا بلند است و این سبب میشه که سود آب جذب بکنه به طرف خود و سبب ادیما شوه و برای شخص چی باشه؟ کشنده باشه. پس این حالاتی است که نباید ما برای مریض دکستروز تزریق بکنیم. یکی هم یادم باید باشه که از کانولی که مریض خون میگیره دکستروز نباید ما تطبیق کنیم. این هم یکی از حالاتی است که نباید بتیم و دیگه دیابتی که کنترل نشده باشه. خب این یک ساده است و همگی میفهمند. شکر از توجهتون. به خاطر ویدیوهای بعدی اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب دکتر ادیب تعقیب کنید. حکمت امین اینجا شیشته سلام میگه بهت.